بررسی ها نشان می دهد از هر 10,000 کودک روزانه 6 کودک به علت گرسنگی و سوء تغذیه جان خود را از دست می دهند. رئیس جمعیت هلال احمر سومالی معتقد بدتر شدن اوضاع می تونه تعداد قربانیان را به 2 برابر برسونه. سوء تغذیه تعداد زیادی از زنان و کودکان رو راهی مراکز درمانی کرده. شرایط در این مراکز که مملو و از قحطی زدگان شده به هیچ وجه رضایت بخش نیست. من از روستاهای اطراف شهر مقادیشو اومدم. گرسنگی منو از پا انداخته و ناچار شدم به این بیمارستان بیام. بچه من چند وقتیه که مریض شده به خاطر سوء تغذیه. ما چیزی برای خوردن نداریم. وقتی بچه من مریض شد هیچ پولی نداشتم براش دارو بخرم. گفتن توی این بیمارستان مجانی رسیدگی میکنن. شیر ندارم به بچه‌ام بدم، خیلی حالش بده. خدا کنه به من کمک کنم. دکتر لول محمد رئیس بخش کودکان بیمارستان بنادیر موگادیشو با اعلام اینکه روزانه تعداد زیادی کودک قحطی زده را به این بیمارستان می‌آورند از ناتوانی کادر پزشکی و تجهیزات آن برای پاسخ به مراجعه کنندگان خبر داد. ما در این بیمارستان وسایل درمانی و تجهیزات کافی برای نجات کودکان نداریم. هرچند گروه‌های پزشکی از سایر کشورها به این محل آمدند اما خیلی کم. مهدی نجف‌پور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان بنادریای موگادیشو، سومالی.